سلام دوستان خب میخوایم در اینجا از برنامه خطی شروع کنیم که در واقع مدل سازی ریاضی ریاضی خطی هستش چرا میگن مدل سازی ریاضی خطی و من حالا اینجا به طور کلی بردم برنامه خطی لینیر پروگرامینگ در واقع برنامه خطی یه سری فرضیات داره که این فرضیات باعث میشن که مدل ما کوچیکتر بشه و اصلی ترین فرضش هم اینه که خطی باشن یعنی کل مدل من به صورت خطی باشه یه سری توابع خطی تو اون باشه که توی جلسه قبل در که در خصوص مدل سازی ریاضی صحبت میکنیم تقسیم بندی رو انجام داده بودیم که گفتیم توابع میتونه به صورت خطی یا غیر خطی باشه که اینجا خطی مد نظر هستش و حالا توی فرضیاتی که جلوتر گفته میشه بقیه فرضیات هم میگیم و اون فرضیات رو وقتی در نظر میگیریم میشه برنامه‌ریزی خطی خب مدل سازی ریاضی رو توی جلسه قبل داشتیم که گفتیم به صورت کل ما یه تابع هدفی داریم یک سری هدف داریم و یه سری محدودیت ها داریم که بر اساس متغیرهای تصمیم تشکیل شدن وقتی که این تابه هدف من به صورت خطی باشه محدودیت ها این توابعی که تو محدودیت های من هم وجود داره به صورت خطی باشه یعنی چی خطی باشه یعنی x که متغیر تصمیم من هست هر تعدادی که میخواد باشه اما توان نداشته باشه یا x های من ضرب نشن تو هم دیگه خب این هم یه جور حالا توان میشه اگه x یک ضرب داره x یک بشه خب توان دو میشه دیگه این وجود نداشته باشه پس درجه تابع من درجه یک باشه اون وقتی که میگیم ما مدلمون حالت خطی داره اما یه سری فرضای دیگه هم وجود داره که به اون فرضا وقتی که ایجاد بشه میگیم برنامه‌ریزی خطی و یکی از فرضای این هستش که پیوستگی وجود داشته باشه گسسته نباشه X من و حالا جلوتر بقیه فرضا رو باز میگی خب مدل خطی رو چجوری تهیه میکنن نها کنین من میخوام یه چیزی رو بهینه کنم مینیمایز میخوام بکنم یا ماکسیمایز کنم فرقی نداره توی این حالت من میگم مینیمایز حالا حالت استانداردش رو خیلی جاها میتونم با ماکسیموم بنویسن یا با مینیموم بنویسن ما بر اساس کتاب بازرا داریم میریم جلو یه جورایی و توی این کتاب بازرا مینیمایز شروع کرده ولی خب اینا به راحتی میتونن به تبدیل بشن که جلوتر یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم کرد در کل یه یعنی تابع فیکس من هست که یه دونه تابه هست یکی از فرضیات دیگه من این هستش که تابع یک هدف داره چند هدفه نیست یعنی توی اینجا من فقط یک هدف دارم یا مینیموم کردن یه تابعی یا ماکسیموم کردن یه تابعی باید باشه اینجا اگه یادتون باشه ما چندین هدف گذاشته بودیم فقط یه دونه داریم این یکی دیگه از فرضیات برموزه خطیه خب تابع من به صورت خطیه یعنی درجه تمام ایکس من برابر, برابر با یکه ضربی هم توش نداره همه به صورت جمع هستش میبینید هیچ ضربی توش وجود نداره توی توابعی که تو محدودیت هم, هم گذاشتم هم به این صورت هستش تمام درجات متغیرها من به اساس ان مساوی یک یعنی درجه یک هستش هیچ ضربی توش نیست همه جمعن و اینجا من بزرگتر مساوی بزرگتر مساوی یه عددی رو دارم که به یک من هستش که میتونه کوچیکتر مساوی باشه میتونه خود مساوی باشه هر چیزی میتونه باشه که حالتهای مختلف داره که جلوتر باز با هم میبینیم این شمای کلیه یک مدل خطی هست که گفتیم اینجا fx مونه مثل همون قبلیه که نوشتیم این هم جای x من هستش که تو محدودیت هم و متغیر های تصمیم من که x من هست و همگی بزرگتر از صفر توی برنامه ریزی خطی یکی از فرض دیگه من اینه که اینا بزرگتر از صفر هستن بزرگتر مساوی صفر هستن ما حالت های دیگه توی برنامه‌ریزی خطی داریم که مساوی صفر میتونه باشه میتونیم مثلا این فرض رو نداشته باشیم میتونه هر عددی رو بگیری که میتونیم جلوتر در مورد اونا هم صحبت بکنیم یعنی صحبت میکنیم در جلوتر پس لزوما این البته جزء برنامه‌ریزی خطی نیست ولی ساده ترین حالتش این مدل هست که اینجا گذاشتیم همه بزرگتر مساوی صفر باشن اینا بزرگتر مساوی یک عددی باشن و غیره حالا هر کدوم از اینا چه معنی دارن Z که گفتیم تا به هدف ما Objective Function خیلی جایی رو به عنوان Objective Function میشناسن اون تا به هدف من یه سر اسمهای دیگه هم هست تو ذهنم نیستش من این معروفترینشون رو با تون آوردم که سرچ کنین سریعتر میتونین به دست بیارین اونا رو سی ذرایع به هزینه تعریف میشن توی برنامه‌ریزی خطی کاست کافیشن اینایی که اینجا میبینین بهش میگن ذرایع به هزینه به خاطر امیرم هست اینجا مینیموم سازی گذاشتیم اگر ماکسیموم سازی گذاشته بودیم میتونستیم بگیم اینا ذره به سودن برای چی میگیم ذره به هزینه حالا وقتی که من زریبی رو اینجا میدم چون میخوام اینو مینیمایز کنم معروف ترین مینیمایز کردن هزینه هستش من میخوام هزینه رو کم مینه کنم کمترین هزینه رو داشته باشم خب و هر چقدر این مقدار کوچک باشه چون اینا هم بزرگتر از صفر هستن خب اینا هم بزرگتر توی یک مدل مثلا ساده استاندارد مدل خطی اینا بزرگتر از صفر هم. بزرگتر مساوی هستن پس هر چقدر اینا کوچیک‌تر باشن در واقع زد منم کوچیکتر به دست میاد فارغ از اینکه حالا این هر چیزی میتونه بی‌نهایت هم باشه کاری ندارم اینا اعداد ثابتن c1 c2 cn اینا متغیرن فقط یعنی اینا رو باید تصمیم گیری کنیم c1 c2 cn رو چجوری به دست میارن اینا رو گفتیم بر اساس یک روشش روش استفاده از تکنیک های آماریه مثل دیزاین آف اکسپریمنت دی او ای داده هستش حالا توی مباحث دیگه در عملیات یا تجزیه تحلیل داده به اون میتونیم بپردازیم اما فرض میکنیم که اینها رو بر اساس داده هایی که از سیستم خروج پیدا میکنه تخمین میزنیم و به یک عدد ثابت میرسیم احتمالی نیستن توی مدل خطی با قطیت میتونیم بگیم یکی از دیگه فرضای ما این هستش که قطیت وجود داره پس اینا رو با قطیت میتونیم بگیم تخمین زدیم تخمین نقطه ای حالا کسانی که آمار رو گذروندن میتونن برآورد کردیم اون رو و گفتیم این عدد برابر با با پنجه منفی پنج هر چیزی که هستش خب پس به اینا میگن به هزینه متغیر تصمیم که decision variables هستش که اینا رو تعریف کردیم متغیرهای هستن که میخوایم در مورد اونا تصمیم گیری کنیم خیلی بگیم آقا چقدر از x1 چقدر از x2 و چقدر از xn علاقه ایر خب. چقدر از هر کدوم از این ها داشته باشیم حالا اگه تولید باشه چقدر تولید کنیم چقدر تخصیص بدیم چه عددی رو به اینا بدیم خب که بخاطر همین بهشون میگیم متغیرهای تصمیم که بعد در موردشون تصمیم گیری کنیم اینا رو ما تخمین زدیم و میدانیم و اینا رو میخوایم به دست بیاریم از طریق مدل خطی و حل خب به آها آه میگن ضرایب فنی تکنولوژیکال کوفیشنت آ کدوم اینا اینا ذرایب فنی ما هستن چرا میگن زرایب فنی حالا به اینا به خاطر اینکه اینا هر کدوم یک محدودیتن اینا ایکس من هستن دیگه تابع جی ایکس من هستن اینا خودشون یک محدودیت هم. یعنی چی یک محدودیت هن؟ فرض کنیم من یک انباری رو دارم فضای انبار من محدودیت من میشه من وقتی که کالا تولید میکنم اگه اینا تولید باشن این فضای من یک محدودیتی داره نمیتونم تا بی نهایت برم که تا یک مقداری میتونم برم خب اون مقدار مثلا فرض کنید همین فضا به یک من باید باشه این هم عدد ثابتیه که تخمین میزنم یا به دست میارم فضا رو الان اینجا من میتونم به دست بیارم مثلا دو در سه باشه که میشه 6 متر مربع خب این فضا این عدد رو میتونم به دست بیارم پس در واقع محدودیتی که باسه من وجود داره تو این فضا یک محدودیت تکنیکی هستش تکنولوژیکال حالا بهش میگن امبار انبار شاید زیاد تکنولوژیکال تو ذهنتون نه فرض کنین دستگاه داشته باشیم حالا اینجا به جای انبار من یک دستگاهی دارم که تکنولوژی این دستگاه ماکسیموم میتونه وقتی که مواد اولیه میگیره ده تا در ساعت بده بیرون هر چیزی رو این ده تا در ساعت ماکسیموم مقداری هست یا مینیموم مقداری هست که اینجا دارم خب فرض کنیم حالا اینو کوچیک‌تر در نظر بگیریم هر مواد اینجا هم مواد اولیه باشه هر چقدر مواد اولیه بهش بدم دیگه ماکسیمم 10 تا میتونم بگیرم یا حداقل مینیمم میتونیم در نظر بگیریم یا هر چیزی توی مثال ما اینجا ماکسیمم میشه ماکسیمم 10 تا دونه میتونم ازش بگیرم این یک ضعف فنی من هستش یک محدودیت تکنیکی من هستش درسته و این ذرایبی که حالا اینجا وجود دارن در واقع ضرایبی هستن که باعث میشن من با ازای هر ماده اولیه بتونم تعریف کنم چقدر به این محدودیت من اضافه داره میکنه ایکس های من که بزرگتر از صفره هر چقدر این آها بزرگتر باشن تاثیر بیشتری توی این jx ایکس من داره و این jx ای ایکس من بزرگتر میشه و از این ممکنه بزنه بالاتر یا پایینتر یا هر چیزی پس اینا تاثیرگذار هستن روی اون رسیدن به اون محدودیتی که من وجود دارم و ذرایبی هستن که بهش میگیم ذرایب به تکنیکی خب تکنولوژیکا توی برنامه‌ریزی خطی <تصحك> پس این هم مفهوم ذرایبی هستش که توی محدودیت من وجود داره و هر چقدر که بیشتر باشن تاثیر بیشتری, رو رو بیشتری رو روی تابه هدف من دارن بخشید تاثیر بیشتری روی تابع محدودیت من دارن و اگر توجه کنید اینجا A1 آ A2 یکه تا AM یکه یعنی من M تا محدودیت دارم حالا M هر عددی میتونه باشه 100, 200, 300, 1, 2 به ها هم اینجا ضرب دست راست میگن این بیشتر حالت دیدگاه ماتریسی روشو داشته به خاطر همین Right Hand Side Vector رو بهش گفتن در واقع من ماکسیموم یا مینیموم مقداری هست که میتونم تولید بکنم بر فرض ماکسیموم مینیموم مقداری هست که میتونم نگهداری کنم و هر چیزی بیشتر از این نمیتونم نگهداری کنم کمتر از این کمتر از این نمیتونم تولید کنم کمتر از این نمیتونم تو یک ماده ای داشته باشم فرض کنید من میخوام یک ماده ای رو ایجاد بکنم خب اه... کمتر از یک مثلا چجوری بگم اینجا یه بتون دارم خب یکی از مقیاس محدودیت های من استحکام مثلا باشه اینجا فرض کنین تا به هدف هم استحکام یک محدودیت اقا آقا این بتون من حداقل باید صد واحد آره من نمیدونم واحدشون چیه صد واحد استحکام داشته باشه یعنی باید بزرگتر مساوی صد باشه این تابعی که استحکام رو توش تعریف کردیم اگه این جه ایکس من تعریفش تا به استحکام من بس اون بتون هر عددی که به دست میاد باسه این باید بزرگتر از صد باشه که این مقادیر چون تو قسمت راست قرار گرفتن مخصوصا تو دیدگاه ماتریسی تو قسمت راست معادلات ما قرار دارن بهش میگیم بردار دست راست Right hand side vector و حالا با دیدگاه ماتریسی و برداری هم آشنا میشه خب اینجا توی این مدلی که من نوشتم به صورت کلی خیلی جای اینطوری می نویسن ما نمایش های دیگه هم داریم مثلا باسه ساده تر نوشتن از زیگما استفاده می کنیم دیدین که اونجا همش جمع بود ضربی نداریم اونجا همه اونو جمعه و میتونم از زیگما استفاده کنم بگم زیگما یک تا ان سی آی اکس آی آی از یک تا ان دیگه توی قبلی اگر بریم توی اینجا سیگما دیگه جمع هر کدوم از اینا آی از یک دو سه الا غیره تا ان x هم همینطور پس من n تا x دارم که با نماد آی دارم نشون میدمشون محدودیت های من هر یه دونش هم سیکما بودن دیگه به تعداد انتا تا اینجا دوباره n این تا jx من از در واقع x و آ تشکیل شده که تو اینجا هم من دقیقا همونو دارم میبینم آ ایکس آ یعنی مجموع آیه های من که از یک تا n هستن به ازای آیه جی محدودیت جیوم این به آیه من به اندازه تعداد محدودیت ها هستن یعنی من یه معادل دو سه الا غیره ام تا محدودیت دارم پس M تا B باید داشته باشم و ام تا معادله اینجا هم گفتیم J از یک تا M خب پس این M تا معادله است حالا تعریف کردیم ام معادله یک دو سه معادله J و معادله M این یک نمایش ساده تر شده دستگاه معادلات خطیه یه نمایش دیگهش نمایش ماتریسی هستش که میتونم اینا رو با دید ماتریس و بردار ببینم که اگه توجه کنین سی های من ضرب هزیره من از یک تا ان هستن و ضرب نقطه ای شدن تو بردار ایکس های من که اینو توی این بود می نویسن اینا رو من در واقع بود سیستم من میشن دیگه اینا عددن اینا بودها ها هستن که اگر ضرب نقطه ای کنیم توی این میشه c1 در x1 به اضافه c2 در x2 غیره را cn xn که همون میشه و z من که از طریق مجموع اینا به دست میادش یعنی اگر من اینا رو عدد گذاریم من جواب به دست بیارم این جواب به دست بیارم این هر کدوم از این اینا هم که عدد ثابتن جمع میشن تبدیل میشن به یک عدد که مقدار هزینه یا هر چیزی به دست که بکنیم. و تابع ماتریس A خب که ذرایب در واقع فنی من بودن و هر کدوم از این ذرایب که ماتریس N در N یعنی M در N رو تشکیل میده ایجاد میکنن و اگر من اینا رو دوباره ضرب نقطه ای بکنم این در این میده ج X من که باید بزرگتر مساوی B باشه B من باشه خب که هر کدوم از اینا رو با در واقع بر اساس بردار ماتریس بردار بردار, بردار بی بردار ذره به هزینه بردار متغیر تصمیم ماتریس فنی ذره فنی نشون بردار دست راست نشون میده که اینم نمایش خلاصه تر همین ماتریس هستش وقتی که من سی کوچیک پر رنگ گذاشتم اینجا یا ایکس کوچیک پر رنگ گذاشتم یعنی بردار ایکس من یعنی بردار سی من وقتی که آی بزرگ گذاشتم و پر رنگ یعنی ماتریس من که ضرب نقطه شده توی بردار x من که بزرگتر مساوی بردار b من هستش که اینم نمایش در واقع ماتریسی خلاصه است خب یه مثالی رو با هم داشته باشیم اصلا با مفهوم عملیاتیش الان کار ندارم بعدا مثالهای زیادی تو این زمینه میزنیم اما فرض الان فقط میخوام دید ریاضی داشته باشیم این الان یک معادله هستش که z مساوی 2x1 به اضافه 5x2 خب افرادی که در واقع حالا از دبیرستان وارد دانشگاه شدن حالا فرض میکنیم ریاضی یک و دو هم نگذروندن شاید یه مقدار سختشون باشه درک این قضیه ما تا الان با ایگرگ مساوی x آشنا شده بودیم یا مثلا میتونیم ایگرگ مساوی آیکس به اضافه b، یعنی یک معادله خطی هستش درسته؟ که ضریب آ داره و عدد ثابت اگر من این رو ببرم اون ور قضیه میشه صفر مساوی ایگرگ بخشی من منهای ایگرگ به اضافه b. درسته؟ یه عدد ثابت صفر رو دارم اینجا حالا اگر این عدد من که صفر مساوی با آیکس منهای ایگرگ به اضافه b بوده این بگیم صفر نباشه بگیم یک عدد دیگه ای مثل z باشه میشه ax منهای y به اضافه b خب توی اینجا در واقع من میخوام ببینم z چقدر زیاد میتونه بشه تا چه حد صفر نمیخوام باشه درسته؟ چقدر میتونم این رو ببرم بالا اعداد مختلف واسه x و, ایکس و بذارم که z زیاد بشه یعنی دیگه عدد ثابت نیست یک متغیره که ت میشه اینجا الان دو بودی وقتی که من اینجا x و دارم دو بود دارم حالا توی اینجا x من که همون x که به جای y هم گذاشتم x دو به من برابر با صفر اینجا این عدد صفره این هم همونه یک شکل دیگه ای نوشته شده فقط اینجا دیگه ایگره هم, هم منفی نیستش منفی یک نیستش مثبت پنج یه معادله جدیده حتما نباید ایگره مصابی آیکس به اضافه به اینطوری باشه که میتونیم بگیم که این منفی باشه منفی پنج باشه اینجا مثلا سه بوده منفی سه بوده رفته اون بار شده مثبت. کنیم نمایش کلی داشتیم نشون میدادیم دیگه مثلا تو این حالت اگه در نظر بگیریم در واقع این بوده میتونیم اگر زد را حذف بکنیم منفی 5 و x2 مساوی 2 تا x1 خب میتونیم بگیم منفی 5 و y به جای x2 میگم y 2 تا x1 y مساوی با منفی 2 پنجم x1 خب و این الان عدد اون آیه اونجا هستش پس الان اینجا دو بودیه بر اساس اینجا دوباره بذارم دو پنجم بود خب دو بودیه یه بود x یه بود y یه بود x حالا به جای y من میگم x2 در واقع x2 مساوی با منفی دو پنجم x1 درسته پس بود منو x ها دارن تعریف میکنم با z کاری ندارم خب این یک معادله خط هستش دو بودیه که بود یک x ایک یک بود دو x دو هستش من میتونم سه بودی هم داشته باشم یک صفحه میشه اگه اینجا x سه رو داشته باشم اون وقت این یک صفحه هستش دیگه خط نیست میتونم بود بیشتر x 4 رو داشته باشم که توی فضا دیگه نمیتونم اونو تعریفش بکنم بهش میگم فراد صفحه یعنی بالاتر از صفحه هستش من لغت صفحه یادم رفت به انگلیسی چی میشه هایپر اولش هایپر میومد بذاریم سرچ کنیم چیز که نمیدونیم و سریع میتونیم سرچ کنیم چرا نکنیم

اینجا نزدیکترینشه که منصف یک سفر داره میگه تعریف خط بعد من میخوام تعریف صفحه رو داشته باشم که ایکس برابرش کو پلین هایپر آها هایپر پلین فکر کنم میشه صفحه فراتر صفحه هایپر پلین سرچ کنیم هایپر پلین اینا ها. که به این میگن فراسفه خب که در واقع ابعاد اون بر اساس فضای هندسی نمیتونیم اونا رو نشون بدیم فارسی نداره خب وقتی که من فراسف یعنی صفحه داشته باشم ابعاد هندسی سبودی دارم که میتونم اونو نشون بدم ولی وقتی که هایپر پلین دارم فراسفه دارم دیگه تو ابعاد سبودی نمیتونم نشون بدم خب پس من میتونم تعداد n متغیر اینجا داشته باشم x1 گفتم الا تا xn دیگه که اینا فراسفه میشن از سه به بعد دیگه فراسفه هستن و من نمیتونم توی مختصاتم توی نمودارم نشونم وقتی دو بودین خطن <تصفح> چیزی که تا الان خیلی میکشیدیم خطا رو خب حالا این الان تا به هدف من هستش که میخوام مینیموم یا ماکسیموم کنم خب توی اینجا متغیرهای تصمیم من x1 و x2 هستن همونطور که دیدیم زرای هزینه من 2 و 5 هستن دست راست من 6 و منفی 18 هستش زرای به تکنیکال من که ماتریس A هست این 1 و این 1 و 1 و منفی 1 و منفی 2 اینجا هستن که اینجا به صورت ماتریس نشون دادیم و اینجا نماده من حالا اینجا من اومدم این خطا رو اینجا کشیدم که بتون نشون بدم وقتی که میگم فضای جواب یعنی چی و این معادله دستگاه معادله توی دستگاه مختصات نسی به چه شکله وقتی که دیدگاه صفحه ایجاد میشه باز هم به همین شیوه هستش و وقتی که فرا صفحه هم میشه همین دیدگاه رو میتونیم داشته باشیم همین تجسم رو میتونیم داشته باشیم اما دیگه نمیتونیم نمایشش بدیم دیگه به صورت مثلا دستگاه مختصات نداریم که توی هندسه که نمایشش بدیم اما دستگاه مختصاتی رو داریم تو ریاضی که ابعادش زیاده این بر اساس دستگاه مختصات ریاضیاتی دیگه میشه ولی نمایش دیگه نمیتونیم بدیمش توی صفحه کاغذ کامپیوتری دیگه خب خب حالا میایم اینجا میگیم اولین قسمتی که شروع میکنیم میگیم x1 و x2 من فرض میشه که بزرگتر از صفرند یکی از محدودیت های من این هم جزو محدودیت های من هستش اگه مواد در هستن نمیتونم منفی باشن که ماده از صفر شروع میشه دیگه حداقل مقداری که میتونه بگیره صفره زمان صفره تولید صفره حد حداقل تولید حد کالا یا هر چیز دیگه خرید سهام صفر مقدار سهام میتونه منفی که نمیتونم داشته باشم پس اکثر مدل ما حالت این x بزرگتر x x هایی که بزرگتر از صفر هستن رو دارن حالا توی اینجا x های بزرگتر از صفر یعنی این قرمزه ای که اینجا هاشور زدم یعنی این مستطیلی که اینجا دارم بزرگتر از صفر x2 من بزرگتر از صفر x1 های منم بزرگتر از صفر یعنی این قسمت x1 های بزرگتر از صفر x2 های بزرگتر از صفر یعنی این قسمت ها درسته چرا این قرمزه یعنی x2 بزرگتر از 0 اینجا تو این خط نشون میدیم که x2 های من صفرم و x1 های من دارن عدد میگن اینجا x1 های من صفرم و x1 های من دارن عدد میگن پس این صفحه قرمز زیر x1 و x2 فضای جواب من هستش در حال حاضر و بعد میاد این معادله خط اول x1 به اضافه x2 بزرگتر مساوی 6 میتونیم چه کار کنیم میگیم x1 x1 بزرگتر مساوی 6 منهای x2 درسته حالا اگر فرض کنیم که x2 صفره یعنی اگه x2 رو صفر بذاریم x1 من برابر میشه با 6 پس اینجا 6 x1 من x2 من صفر باشه این نقطه است نقطه گذاری باید بکنیم تا ترسیم کنیم دیگه اگه برعکسش رو در نظر بگیریم اینجوری بنویسم همین اینجا اگه x1 و 0 بذارم x2 من 6 میشه این نقطه است حالا من نگفتم که این خط است گفتم بزرگتر از 6 یعنی اگر این خط مرز من باشه صفحه به این صورت هستش هر چی که بزرگتر از شیش هست یعنی این قسمت کلش اما اشتراکش با این قبلیه تو این حوزه میشه درسته؟ پس هر چیزی که فرای این قسمت هست اشتراک داریم میگیریم یعنی اینا با هم اشتراک میشن هست میاد تو این قسمت که میشه این مربعه هایی که این خاشروهی که اینجا زدیم به رنگ سبز پس اینها هم با محدودی... اشتراک محدودیت یک و محدودیت بزرگتر مساوی صفر برابر تو این قسمت کلش میشه حالا محدودیت بعدی رو هم در نظر بگیریم معادلش رو بکشیم میشه این قسمت ها خب چون حالا منفی داره منفی هیچده داره این نقطه هستش که مرز ما هست و کل این قسمت درسته یعنی به این سمت خب حالا اشتراک باید بگیریم با ایکس بزرگتر از صفر یعنی این قسمتش دیگه نیست یعنی این قسمت دیگه نیست تا اینجا و اشتراک باید بگیریم با این یعنی این قسمت هم دیگه نیست میشه این قسمت فقط پس فضای جواب من که محدودیت های من باعث ساخت اینا شدم محدودیت ها فضای جواب من رو می سازن. جایی که میتونم جواب داشته باشم این قسمت هایی هست که همه هاش رو با هم خورده اون صورتیه این سبزا و این زردا که به این صورت هاش رو ده. پس این قسمت فضای جواب من هستش خب حالا فضای جواب رو شناختیم فهمیدیم بر اساس این محدودیت ها فضای جواب ما کدوم هستش این که میخوایم بگیم مینیموم این تابه چقدر هست یعنی چی؟ یعنی من بیام تو این فضای جواب ببینم این معادل خط من تو کدوم قسمت کمترین مقدار رو با این فضا در واقع به دست میده یعنی من x1x2 مو بر اساس این جوابهایی که دارم توی اینجا توی این قسمت چه اعدادی میتونم بذارم تا کمترین مقدار رو داشته باشه این میشه مینیموم سازی ما که حالا تو جلسه بعد به این مطلب که چطور این زد رو به دست بیاریم از طریق ترسیم خواهیم رسیدش خب همونطور که گفتیم برنامه ریزی خطی یه سری فرض ها رو گرفته بودش که توی این مثال هم میتونیم ببینیم این فرض ها باعث میشد که مدل من یه مدل ساده ای بشه که بتونم بر اساس یک روش رو حلش کنم و اگر بخوام از اون روش استفاده کنم باید این فرض ها رو بگیرم که بهش میگن چون خیلی جامعیت داره برنامه ریزی خطی و فرضش معروف شده یادتونه ما تقسیم بندی کرده بودیم واسه مدل سازی ریاضی گفتیم سیستممون رو میتونیم بر اساس ماهیتش بر اساس توابعی که اونجا داره بر اساس متغیرهای اون بر اساس زرایبی که داره یه چیزی فکر کنم جا انداختم آن نمیدونم بر اساس اون تقسیم بندی کنیم که ماهیت سیستم میتونه پویا باشه یا پایدار باشه میتونه توابع خطی باشه غیر خطی باشه بر اساس تا هدف میتونه یه دونه تا هدف باشه یا چند تا تابه هدف باشه توی اینجا من فرضیات برنامه‌ریزی خطی اینه که اول اینکه تک هدف است در حال حاضر ما روش براموزی خطی اینجا نیوردیم تک هدف فرضی چون داریم چند هدف بر اساس همین در واقع ما یه روشی به نام سیمپلکس داریم که توابع خطی و براموزی خطی رو حل میکنیم واسه چند هدف هم داریم اما تو این مبحث که داریم کار می‌کنیم تک هدف داریم در نظر میگیریم تو این بخش از برنامه‌ریزی خطی خب پس فرض تک هدفه جای خودش فرض جمع پذیری داشتیم داریم یعنی اینها میتونن با هم جمع بشن یعنی درجهش یک باشه خب مجموع هر کدوم از اینها هستن که تابع من رو میسازه ضربی وجود نداره بینشون وقتی که ضربی وجود نداره یعنی x که من نمیتونه ضرب در x2 من بشه توان دو بگیره یا x1 من ضرب داره بخش x1 من ضرب در x1 بشه و توان دو بگه یا x1 من ضرب x2 بشه x1 x2 داشته باشیم نداریم اینو خب فرض اون جمع پذیریه پس بین اینا جمع باید وجود داشته باشه فرض تناسب وجود داره یعنی اگر من در واقع این رو افزایش بدم مقدارش رو تو کل اینا افزایش پیدا بین میکنم و هزینه منم افزایش هزینه کل منم افزایش پیدا پس تناسبی بین اینا وجود داره فرض قطیت وجود داره یعنی من ذرایبم رو با یک عدد فقط نشون میدم نمیام بگم به یک تاب توضیح واسه مثلا این قدد وجود داره واسه اینا هم همینطور یکی اینجا مثلا منفی یکی اینجا با یک عدد نشون میدم با مثلا تا به توضیح سه پارامتری نشون نمیدم که بگم یک و سه و پنج هستش تو به توضیح سه پارامتری که حالا کسی که آمار خوندم باش آشناست فقط یک عدد قطیت وجود داره هیچ احتمالی وجود نداره توی زرایه به من فرض تقسیم پذیری وجود داره یعنی من میتونم x یک همون تا جایی که میخوام کوچیک کنم x 1 هم میتونم صد بذارم x 1 هم میتونم فرض کنین ده بذارم x 1 میتونم یک بذارم x 1 میتونم یک و نیم بذارم x 1 میتونم نیم بذارم میتونم 25 صد اون بذارم میتونم 5 هزار اون بذارم میتونم یک هزار اون بذارم و میتونم صفر بذارم پس تقسیم پذیری وجود داره میتونم اونو کوچیکش کنم خور یعنی پیوسته است ایکس های من تو اینجایی که دارم صحبت میکنم تو برنامه خطی ی چهار تا فرضی هستش که توی برنامه‌ریزی خطی ما در نظر می‌گیریم و توی این قسمت توضیحات کامل‌ترش رو آوردیم اونجا حالا توضیح کلی داده بودم خب که مثلا اینجا چرا من تناسب رو در نظر می‌گیرم یعنی صرف جویی استحکاك رو اندازی هیچ چیزی وجود نداره اینا عاملایی هستن که باعث میشن در واقع سیستم حتی پویا بشه استهلاک رو اگه در نظر بگیرم نمیدونم درست استهلاک رو اگر داشته باشم استهلاک مفهومش که در طی زمان دستگاه من داره مستحلک میشه پس تغییر میکنه تو طی زمان پس در واقع سیستم یا یه سیستم پویا میشه پس من فرض تناسب دارم اینجا روی کل سیستم ها من این قضیه وجود داره اگر هزینه یه مقداری رو دو برابر بکنم هزینه سیکسم هم دو برابر میشه یعنی اون مقدارم دو برابر میشه یعنی هزینه کل من دو برابر میشه یه جوری یعنی سیستم داره تاثیر میذاره کل سیستم. فرض جمع پذیریه یعنی در اون وابستگی وجود نداره و متغیرها با هم وابستگی ندارن و مستقل هستن یعنی هیچ ضربی وجود نداره فرض تقسیم پذیریه که پیوستگی رو داره نشون میده و فرض قطیت که هیچ احتمالی نداریم و فقط تخمین زنیم و یک عدد داریم خب این در واقع مدل خطی و برنامه‌ریزی خطی بودش که با هم صحبت کردیم تو جلسات بعد مدل سازی اون رو در نظر میگیریم و مثال های مختلفی رو میاریم که بتونیم اون سیستم واقعی رو کوچیک کنیم و به یک مدل تبدیل کنیم یک مدل ریاضی تبدیل کنیم امیدوارم مفید واقع شده باشه واسه خدا نگهد.